بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم خوش آمدین به کورس سبب پیشرفته با زبان پیشبی. موضوعاتی که در اهداف درس گذشته بالای بحث کردیم عبارت از پیشبی کوکیز، پیشبی سشن و همچنان پیشبی ایرر هندلینگ اهداف است که در این درس گنجانیده شده و ما تا قسمت پیشبی سشن مورد بحث قرار دادیم و چند مثال داشتیم که چطور میتونیم پیشبی سشن استارت کنیم یا آغاز کنیم توسط البته تابع یا فنکشن سشن اندرسکور استارت و همچنان چطور میتونیم قیمت ها یا مقدارهایی که در سشن استارت گذاشته میشه یا مانده میشه چطور میتونیم که اینا را دریافت کنیم یا از دلار سر اندرسکور سشن که عبارت از سوپر گلوبال واریبل های زبان پیش بی هست مقادیری که در واریبل های سشن ذخیره شده چطور میتونیم اونا را ببینیم و همچنان صحبت داشتیم در رابطه با سشن که زمانی که ما با یک اپلیکیشن کار میکنیم تا زمانی که ما از اپلیکیشن خارج میشیم این به معنای یک سشن یا دوره میباشه. پس بنابراین اگر سشن ست نشه اپلیکیشن هایی که به طرف سرور هستن اونا ما را شناسایی کرده نمیتونن. بنابراین به هر صفحه اپلیکیشن وقتی که بریم دوباره از پیش ما درخواست یوزرنیم پسورد میکنن و این خیلی خسته کن میسازه که وقتی ما بالای هر بتن کلیک میکنیم یا بالای هر صفحه کلیک میکنیم بار بار یوزرنیم پسورد تایپ کنیم. پس به خاطر که معلومات یوزر از قبل یوزرنیم ایمیل آدرس پسورد یا شماره تلفن هر آن چیزی که به خاطر لاگین شدن به صفحات یا دیدن صفحات نیاز است در یک متحول ذخیره شود و بعد یوزر تا زمانی که لاگ اوت نشده به تمام صفحات بره و شناسایی شود که یه یوزر هست که قبلا لاگین انجام داده بنان ما اسپیچ بیسشن استفاده میکنیم. و این مثال بود که ما یک مثال به شکل خیلی ساده و ابتدایی کار کردیم که در دلار سن اندرسکور سشن دو قیمت ماندیم که یکی فیورت کالر بود و دیگه فیورت انیمل بود و ما تانستیم که مقدارش دریافت کنیم ببینیم و همچنان اگر خواسته باشیم گفتیم تمام مقادیری که در دلار سن اندرسکور سشن یا در سوپر گلوبال واریبل دلار سن اندرسکور سشن است تمام شده ببینیم. یک تابع دیگه داشتیم به نام پرنت اندرسکور آر که توسط از ما میتونیم تمام محتویات از زیر ببینیم و پرنت اندرسکور آر در حقیقت تابعی هست که به خاطر دیدن تمام محتویات یگری استفاده میشه و پیچ بی سوپر گلوبال واریبل هم از جمله متحولین هستند که چندین قیمت در خود عین زمان ذخیره میکنن و از نوع اری میباشن و به خاطر حذف نمودن یا به خاطر نابود کردن یا به خاطر دلیت کردن مقدارهایی که در سشن ذخیره شده ما دو تابع داشتیم، یکی تابع سشن اندرسکور انست و دیگه سشن اندرسکور دسترای که تا این قسمت بحث کرده بودیم. امروز عملا ای که در یک چطور میتونیم در یک اپلیکیشن که ساختیم یا در یک وبسایتی که ما در وب دیزاین و را دیزاین کردیم و میخواییم که در او سشن اسید کنیم به این معنی که فقط کسایی بتونه صفحات دیده که یوزرنیم پسورد داشته باشن و اگر یوزرنیم پسورد اشتباه میتونن یا یوزرنیم پسورد تایپ نمیکنن و کوشش میکنن به صفحاتی که به یوزرنیم پسورد نیاز داره داخل شون بر از اونا یک ایرر بده و اونا نتونن پس دوباره ریدایرکت شوند پس به صفحه لاگین برن که در قدم اول باید لاگین انجام شوه و بعد اونا بتونن که صفحات ببینن. حالا ما شما یک بحث داشتیم که در قسمت سشن اندرسکور استارت همیشه وقتی قبل از تگ HTML قرار میگیره و در هر صفحه که نیازمند به پسورد و یوزرنیم باشه سشن در قدم اول باید استارت شوه و اینجا دو متحول است از نوع ببخشید دو کانستانت است که یکیش یوزرنیم هست نامش و دیگیش پسورد هست قیمتایی که برش داده شده و گفته شده که اگر میتود پست باشه پس در این صورت فرض کنیم که اگر یوزرنیم هم درست بود پسورد هم درست بود پس این به صفحه admin.php ببره. اینجا یک تابع دیگه هم که سرش بحث میکنیم عبارت از تابع هیدر است که لوکیشن بر ما یعنی اگر یوزرنیم پسورد درست داده بود صفحه admin.php برش باز شود else در غیر از او برش گفته شود که incorrect لاگین کریدنشیال. خب حالا این صفحه هست که در قسمت لاگین هست. حالا اگر ما صفحات دیگه رو ببینیم البته این خیلی ساده مثال در نظر گرفته شده logout.php هست که سشن اول استارت میشه بعد دسترای میشه admin.php هست که در اینجا هم چون هر صفحه که نیاز به یوزرنیم پسورد داشته باشه در شروع صفحه باید سشن اندرسکور استارت شود و در اینجا گفته شده که اگر ست شده بود
خب اگر ست نشده بود پس دوباره به لاگین داد پیش ببرش، یعنی اگر یک نفر که یوزرنیم پسورد نداره کوشش کنه که به صفحه ادمین داد پیش ببره، تابعیده رو را ریدایرکت کنه، پس دوباره اون را به صفحه لوکیشن داد ببخشین لوکیشنش به صفحه لاگین داد پیش ببره. به می شکل صفحه ایندکس داد پیش بی است که هم اگر کس خواست مستقیم به این صفحه داخل شوه تابعیده ری را به صفحه لاگین داد پیش ببره. یعنی این صفحات در صورت بتانه ببینه که یوزرنیم پسورد خود درست تایپ کرده باشه. پس این البته یک مثالش از صفحات میفهمیم که خیلی کودای دیگه هست از زبان HTML CSS جاوا اسکریپت ممکن است باشه و ما فعلا فقط بخش HTML ببخشید فقط بخش پیش بیره مد نظر میگیریم. حالا اگر خواسته باشیم عملا امی موضوع رو بریم و کار کنیم، در قدم اول چیزی که فراموش مونشه ای است که در قسمت سرور چون پیش بی سرور ساید است، سرور باید آن شوه و بعد از او میریم به صفحه ادیتر، در قدم اول لاگین داد پیش پی را کانفیگوریشن میکنیم. خب فعلا اگر لاگین داد پیش پی را ببینیم، محتویاتی که فعلا میبینین فقط تگای HTML هست که تگ هید است و بادی هست، H1 است که لاگین باشه، فرم از اکشنش لاگین داد پیش پی گرفته شده به این معنی که وقتی فرم خانه پوری میشه، اکشن که بالایش انجام میشه، اسکریپت که بالایش باید اجرات خود انجام بده، او اسکریپت نامش است لاگین داد پیش پی. و چون معلومات محرم است و معلومات هست که حساس از بنان میتودش هم مساوی به پست گرفته شده، در اینجا ما فقط از تگای UL یا Another List و LI List Item استفاده کردیم به خاطر که کم منظم تر بیه. ما خیلی زیاد سر تگای HTML از این بحث نمی کنیم، یک بار میریم صفحه را در براوزر میبینیم. خب در این قسمت Local هاست /session2/ البته این نام فولدر است و بعد از او هم login.php. خب ای به این مناس که آدرسش اشتباه هست، یک بار میبینیم که در کجا سیو است، session2/login.php. خب یک اسی جد قسمت نام فولدر اشتباه شد و میخاطری را نمشه. خب حالا اینجا میبینیم که ما فقط یک لاگین فرم داریم، البته باز شما میتونین این رو با استفاده از CSS مقبولتر و زیباتر تزین کنین، صفحات خود خود دیزاین کنین و ما فعلا در اینجا یوزرنیم از پیش ما میخواییم. اگر من اینجا یک یوزرنیم بتم، هر یوزرنیم که بتم یا هر پسورد رو تایپ کنم و لاگین بگویم، هیچ لاگین نمیشه و من رو به هیچ کدام صفحه هیچ کدام جای نمیبرن. پس بنان حالا این کار تا این قسمت که شده با استفاده از کدای HTML انجام شده، حالا میریم با استفاده از کدای PHP ای لاگین شدن صفحه را کنترل میکنیم یا اسکریپت بالاش اجرا میکنیم. خب در قدم اول باز هم به صفحه کد میریم. خب این قسمت HTML شا اگنور میکنیم و ما میریم به بخش PHP ازیم. خب در قسمت PHP باز هم با استفاده از آغاز و انتگ پیش بیره میگیریم و چیزی که فعلا خیلی مهم است این است که همیشه وقت سشن استارت قبل از تگ HTML قرار میگیره و هر صفحه که به سشن نیاز داشته باشه، به یوزرنیم پسورد نیاز داشته باشه، در شروع از بایش سشن استارت شد. خب سشن استارت قوس باز قوس بسته آخرش هم سمیکالن. حالا سشن استارت شد، در این قسمت سشن استارت شده و ما اگر خواسته باشیم که در اینجا بر از یوزرنیم پسورد ست کنیم، پس در اینجا میتونیم با استفاده از متحول هم، خب معمولا با استفاده از کانستانت که چون یوزرنیم پسورد ثابت است اینجا استفاده میکنیم. بعدا ما وقتی که پیش بی با MySQL خواندیم میتونیم که یوزرنیم پسورد از دیتابیس هم بگیره. خب ما گفته بودیم که دیفاین عبارت از تابعی هست که به خاطر ایجاد یا تعریف یا دکلیر کردن کانستانت استفاده میشه و این دو بخش مهم داره که یکی از اون نیم هست، والیو هست و بخش سیومش هم کیس سنسیتیویتی هست که در ویدیوی پیش بی کانستانت ما مورد بحث قرار دادیم. حالا ما نام زیر میمانم یوزرنیم و فرض کنیم که یوزرنیمم هر یوزر که خواسته باشه مثلا دیا. خب یوزرنیم هیچ چیز باشه، حالا اگر خواسته باشیم پسورد هم برش دیفاین کنیم، باز هم دو بخش داره و بخش اولش پسورد است و بخش دومش هم مثلا پسورد زیباش است سیدانه ای.
خب حالا دو متحول شد. حالا ما چک میکنیم که اگر کسی داخل از یه صفحه میشه و یوزرنیم پسورد همین چیزی که ما برشت کردیم میتر درست باشه، در این صورت صفحه دیگه برش باز شود، در غیر از او پس دوباره از پیشش گفته شود که یوزرنیم پسورد غلط است. پس به خاطر چک کردن از این باز هم تابع اف و برش میگیم که به خاطر که چک کنیم چون معلومات محرم است که میتود از این باید مساوی به پست باشه، پس برش میگیم که $_server و بعد داخل از این هم element را که میخوایم بگیریم request method هست. البته اینا سوپر گلوبال واریبل هستن، به می شکل بزرگ تعریف شدن و به می شکل باید استفاده شدن. اگر سرور میتود request method یا $_server اشتباه حروف خرد تایپ کنین کار نمیده. خب در اینجا برش میگیم که اگر این مساوی شد، چون یک مساوی به خاطر assignment است، ما دو مساوی میگیریم که دو مساوی نمایندگی از مقایسوی یا ببخشین پست. خب حالا میگیم که اگر $_server request method مساوی به پست بود، خب چی کار صورت بگیره؟ هر آن کار که میخواییم صورت بگیره به داخل از این حلقه F قرارش میدیم. در این صورت یک متحول میگیریم به نام $username مساوی شود به از $_post. خب کدام المنتش رو میخواییم بگیره؟ خب متوجه باشیم اینجا در پایان میبینیم که یوزرنیم و نامش چی دادیم. ببینید نام یوزرنیم هست، عین چیزی که در اینجا تعریف شده و داخل تگ HTML عین چیز باید در اینجا گفته شد. خب حالا یک متحول دیگه میگیریم به نام $_password. در این قسمت هم مساوی شده به $_ ما گفته بودیم که در صورتی که میتود پست باشه ما میتونیم از سوپر گلوبال واریبل پست $_post استفاده کنیم. خب حالا میبینیم که بر پسورد فیلدی که به خاطر پسورد است نام از او چی گذاشته شده، تایپش پسورد، نامش هم پسورد، یعنی نام باید یکسان باشه. خب به خاطر که اشتباه نشه من کاپی گرفتم و در این قسمتی رو پیست میکنم. خب حالا میگیم که یوزرنیم چیز شده و پسورد هم ای کار شده. خب حالا اگر چک میکنیم که اگر یوزرنیم مساوی به اون یوزرنیم بود که ما برش تعریف کردیم و پسورد هم مساوی به می پسورد بود که برش داده شده، در این صورت باز هم به داخل یک FF دیگه قرار میگیره. چک دوم است یا ای میتون برش بگیم نستد اف است. در این قسمت برش میگیم که اف اگر $username خب سیم مساوی گفته بودیم که هم محتویات چک میکنه و هم دیتا تایپش چک میکنه. خب اگر این مساوی شد به یوزرنیم و اند، یعنی هر دوی باید درست باشه، تو که تنها یوزرنیم یا پسورد درست باشه، از جمله لاجیکال آپریتر هست که دو کاندیشن در صورت ترو میشه که هر دوش درست باشه و همچنان $_password مساوی شده به، خب اوجا ما برش تعریف کرده بودیم به حروف بزرگ. خب اینجا ببینین یوزرنیم پسورد بزرگ است و اینجا چون پارامتر سیم شد ترو نگرفتیم، بنابراین ای چون ایره ترو نگرفتیم ای کیس سنسیتیف هست، پس بنابراین اگر اوجا حروفش بزرگ است اینجا هم باید به حروف بزرگ تعریف شده. خب اگر یوزرنیم مساوی به یوزرنیم و پسورد مساوی به پسورد شد، در این حالت خب در این حالت $session واریبل ست شده، یعنی $_session. خب کدام البته یاد برن در متحول $_session به نام یوزرنیم به خاطر که اشتباه نشه. خب یوزرنیم مساوی شده به $_username، یعنی اگر درست شد ایده متحول $_session مانده شده و بعد از او البته لاگین پلس سشن هر دوش هم زمان انجام شده، هم سشن ست شده و هم لاگین صورت بگیره. پس بنان در اینجا تابعی که استفاده میشه عبارت از تابع هیدر است، یعنی اگه یوزرنیم درست داده بود ای در $_session گذاشته شده و ایره به کدام لوکیشن ببره؟ به لوکیشن دو نقطه، خب البته لوکیشن
به داخل کتشن گرفته میشه، قوس بسته است میکنن. خب لوکیشن دو نقطه ای تابعی هست که بر ما میگیم کیره ببره به صفحه ادمین داد پیچ بی. خب در صورت که البته یوزرنیم پسورد درست داده بود، الست اگر نداده بود. خب در غیر از او ایکو کنه، برش یک مسج بده که خب البته این مسج به دلخواه خود ما هست، میشه که برش بگیریم که دلار ساین استاتوس مساوی شوه و مساوی شوه به اینکرکت. خب البته اینکرکت لاگین یا اینکرکت پسورد یوزرنیم هر اون چیزی که خواسته باشیم، یعنی مسج دلخواه خود تانه هست، میتونیم که برش بگیریم. من برش میگیریم که اینکرکت لاگین کردنشیل. خب کردنشیلز. خب حالا وقتی که تا این قسمت پیش رفتیم و این را سیو میگیم، حالا دوباره چک میکنیم. خب حالا فرض کنیم که یک نفر از آمده یک یوزرنیم و پسورد غلط داده، وقتی که لاگین میگه دیگه برش مسج میگه که اینکرکت لاگین کردنشیل. خب حالا فرض کنیم که این نفر درست میگه، یوزرنیم دیا پسورد هم سیتا ای، و وقتی که لاگین میشه خب پسورد اندیفاینت واریبل در این عبده اشتباه شده. خب لاین عبده رو میبینیم. خب اینجا پایین هم میبینیم که پسورد اسپلش خب درست است، مشکل نداره. این باید به صفحه ادمین داد پیچ بی برده شد. خب خیر، مشکل از این حل میکنیم و بقیه صفحات هم در ویدیوی بعدی که چطور ما میتونیم کود کنیم با ما باشین. تا درس بعدی، الله حافظتون.